أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادر اسلامی مؤمنین خدا همتون خوش آمده به خانه خدا پروردگار ما و شما را برای راست هدایت کنه در روح و روان و جسم هر یک ما خدا شفای کامل عاجل عطا کنه عاقبت کار ما را خدا به خیر ایمان ما و شما را الله جل و علا شأنه به سلامت گردانه همت خوش آمده در باره زندگی نامه و تاریخ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت داشتیم رسیده بودیم به انا همین جا و کان وصولا لرحیمی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یگان بار با خشاش قهری کردگی نبود است اصل رسول الله قهری کردگی نبود است فقط معاملگی خش تباره حضرت چکار میکرده رعایه میکرده حمولاً لما یثقل و کواهل و ناس همیشه وزبینی های مردم حضرت پشت میکردیم آدم ها چیزی قطعی میامدیم مشکلات قطعی حضرت مشکلات مردم حل میکردیم چین قوه و توانایشون وزبینی مردم ها میبرداشتیم قرآن هم صراحتاً هم که روشن برای ما بیان میکنید که این پیغمبر آمد که از شما گناهاتون را سبو کنه این بزرگی رسول اکرم بینین که صلی الله علیه و سلم که گناه آدم به کلمه میگیره پشت میکنه این آمد گناه های ما را چیکار میکنه میبرداره از پشت ما سبوک میکنه با وجود که همون را در ظاهر میکرده که مردم در یکان مشکلات میگلتی در یکان بلا افت میامد حضرت همون را پشت میکر وزبینی را این جمال ای وزبینی مردم دور نمیگیره از ابتدا میگه عادتش انا همین بود هیچ محل حضرت ندیدیم که برای این دنیا معیشت و راحتی زیاد کرده باشه مگر به یک کسب اندک یک زندگی میگذران حضرت تجارت داشت زراعت داشت ما ندیدیم جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که برای عیش دنیا سهم مونده باشه که من راحت کنم معیشت کنم عیش پرستی جناب ندیدیم است همیشه مهمان دوستار بود این ولی پیغمبر نشدیان این خصلت های پیش پیغمبری شونه هر کسی که می آمد در کوچه و بازار و کجایی می آمد شب مانده می شد در خاندان حضرت می آمد او را حتما قبول میکرد حتما او را مهمان نوازی میکرد او را مهمانداری میکرد فردا او را جواب میداد و قد حاطه الله بالحفظ و رعایه پروردگار این پیغمبرش حفظ کرد و احاطه کرد و چی؟ به حفظ و رعایه به انمی کارا رعایه کردن حفظ کردن خدا این پیغمبرش انمی خیلی کلان کرد و بغض الیه ما کان فی قومی من خرافت و سوء از ابتدا پیغمبر خدا عملهای خرافات بد میدید خرافات چی را میگن؟ خرافات یک مرد در عرب بود که نامش خرافه بود او جنوره بود جن داشت یک گپ و یک کاروی گپ میزد که از عقل علم بیرون بود مردم میخندیدن و میگفتن که یتکلم و کل خرافتی این رنگ خرافه گپ زده است یعنی که مردم صحبت میکرد او میگفت من دیشب در آسمان یک سگ دیدم پرواز دارم و میخندید میگفتن سگ پرواز نمیکنه خی همه ای دنیا مرد رفت دیگر در زبان مردم رنگ ضرب المثل مردمی که بسیار دروغ میگفت گپای ای عقل علم بیرون میگفت میگفتن که رنگ خرافه گپ زده است برای همین خرافات شد خیلی کلمه داریم خرافات یعنی اون چیزی که ای عقل علم دوره پیغمبر خدا از ابتدا خرافات را بد میدیده چیزی که ای عقل علم دوره او را بد میدید ای قومش و سوء این عملهای بد و گناه را بد میدید ای قومش قومش که بتپرست که بدن عملهای خرافات زیاد داشتن جناب پیغمبر بد میدید ای کاری خرافات ها. خرافات یعنی چی؟ اون کاری که ای عقل علم دوره دیگه نکنه مگه کاره فلم یشهد اعیاد الاوثان و احتفالاتش پیغمبر یگان بار ایدهای فاسقی و فاجری و کافری و بتپرستی و شرک و افلاس و مردم در معصیت و گناه های عبدالعباد اشتراک کردگی نبودن در یگان اید فاسقی برای انا همین این پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم از ابتدا انا میخواه تعلیم رفته گرد پاک و تازه یگان ایدی بتپرستا و همون زمانه ایدها همون زمانه بود گمانه که نگه اید همین زمان ده نه همون زمان هم پوری اید بود
اما پیامبر یگان ایدی پر از گناه و فسق و فجور و اسیان و آمیختگی و افلاسی در نمیرفت میگه. از ابتدا هیچ کس دلیل ندارد. ولم یاکل ممازوبی علی نصبی او اوهیل به لغیر الله. پیامبر ما یگان بار از اون مال و چاروایی که در پیش بت‌ها و به نام غیر خدا کشتگی شدگی را یک لقمه خوردگی نبوده. یگان بار گوشت حرام رسول الله خوردگی نبوده. اون گوشتایی که در پیش بت ها کشته می شود و غیر خدا کشته می شود رسول الله یک لقمه صلی الله علیه و سلام خوردگی نبوده. و کان لا یصبر علی سماع الحلیف باللات والعزلا فضلا ان مسل اسنام او تقرب الیه. یگان بار پیغمبر صبر کردگی نبوده است. یگان بار پیغمبر صبر کردگی نبوده است وقتی که آدما پیش لات و عزا هم بتای بزرگ عرب می اومدن با او عهد و پیمان میکردن، از او فرزندها طلب میکردن، او را میمولیدن، با او تقرب میکردن، او را خدا میگفتن. پیغمبر یگان بار دمی کارو صبر نکرده گپشه گفته بوده است. صبر نکرده بوده در کاری ناحق پیغمبر صبر نمیکرده. هر چیزی که میگه مردم جاهلی عرب میکرد و اونها گپ میزد که این کارش مو خطا، این کارش مو خطا، این کارش مو حرامه، این کارش مو فساده، این کارش مو فسقه، در روشون میگن نکنه این کارا. لات و عزا خدای عرب بود، بتای کلان کلان بودن، حتی به اندازه 33 متری خیلیش قد داشت. از امو طلب میکردن، سجده میکردن، چارپا میکشتن. یگان مراتبه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در پیش اینها سجده کردگی نبوده است. سجده کننده ها، تعریف کننده ها، مولنده ها، به خود نزدیک کننده ها، قربانی کننده ها را صبرش طاقتش طاق می دروش می گفت صبر کردگی نبوده است. و کان ابعد الناس من شرب الخمر. پیامبر اکرم یگان بار خمر، عرق و انواع مسکننده را نوشیدگی نبودند. یگان مراتبه اولین مردم بودند که از کار مشروبات بدمستی و الکولی و تمام عملهای حرامی افلاسی خمر حضرت اولین مردم شده گرفتگی بودند. یگان کس متهم کرده نمیتونه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این عملهای مشروبات خمر دست زدن شما. و شهود الملاهی حتی لم یحضر مجالس اللهوی. و یگان بار در مجلس های رقص، ساز و طرب، خرسندی، اشولخانی، اشولبازی، مرد و زن و رقاص بازی اشتراک کردگی نبودیان. از آن جمله حتی که در یک دایره زدن، دو تار زدن آمدگی نبودند و کردگی نبود، نزدیک شدگی نبود است. یعنی متنزه و شب جوانی پاک بودیان. یک مراتبه در زمان ده مردگیشان شب میبیارن مولا در قطن خواب میکنن و یکی از امو چوپانای دور صائب ابن عبدالله میگه صائب تو نگاه کن، میگه در او قبیله میشه توی عروسی بودای مورایم یک تماشا کنیم چخل بازم باشه. در حیاتم دو بار کاری لغزش کردم که خدا در حال من در اموجا چکار کرد از این عمل برور. صائب گفتم مولا نگاه که من رفتم. و شب میگه آمدیم زمانی میگه غرور و شور جوانی من بود، آمدیم که اکنون گلخانهای علا وزدین، قبایل عرب جمع شدین، شو عروس همه برارن، وقت رقص و بازی هم. میگه من آمدم شیشت میگه در مجلس شان که دو جک چیزی آمد، دو گوشم مخکم کرد، سرم مالید و چشمام پوشیدم، همه پوشیدگی چشم هوی میکنم افتا و منو بیدار کرده، نه توی نه تماشا، اما تمام شده رفته من خواب مرده درم تپه، من هیچی ندیدم. میگه برای که خدا پیغمبر شه چنان تربیت میکنه که یگان گناه ندیده، برای همه پیغمبر برای ما نمونه. یا بار دیگه بینوی کعبه را نقل کردیم، در همونجا جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنگ میکشیدن و رگ میکشیدن، در همونجا ازارشون را برو آوردن که در درون پاچه های ازارم سنگ گیرم، ازارش را برو آوردن برابر ده که مردم ساقای پای رسول اکرم دیدن، در همین حالت حوش پیغمبر رفت و پشت زد، صدا بلند کرد که ایزاری ایزاری ازار ما بیاره، ازار ما بیاره. حضرت ازارشون را پوشیدن، یک مراتب کاری بیا که از نظر حیا بیرون کردن که پیغمبر را ساق پاش مردم دید، خدا پیغمبر را بیهوش کرد، خدا پیغمبر را بیهوش کرد. و امروز نترسیده در درون حمام و در لبی بحر و در لبی حوضا سطر و حیاه همونه هوی کرده نترسیده و بازی میکنید. یک مراتبه شد پیغمبر بهش شد. این خیلی آدمی به حیا بود که برای ما خدا امر میکنه که شما چکار کنید؟ اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت رسول مکنه. این کارو قطعه که پیغمبر ما جنایت نداره، این جدا کرده ای خدا های.
برای همین کوشش کنیم که اکنون اخلاق رسول الله جاری کنیم در زندگیمون، کوشش کنیم جوانی پاک بود و ملتقى الاحبة في مکه، هر انسان قدی در مکه روبرو می آمد همه پیغمبر در محبت داشت، پیغمبر همه دوست می داشت در همون زمان، ولی پیغمبر نشده حضرت محبی مردم بودن، دوستش می داشتن. در مکه یگان انسان نبود، حتی ابو لهب با درجه رسول الله را دوست می داشت که پیش پیغمبریش در کوچه پیغمبر می دید میگه آمده میگه حتما کفتای رسول الله را مکه میکرد ای دوست داری دار. همون روز که پیغمبر و پیغمبری مبعوث شد این به پرگی گشت، نباشه پیش ای پیغمبریش به حد رسول الله را دوست می داشتن. برای این پیغمبری ما انم خیلی بزرگ بودن، انم خیلی احبه بودن، محبوبی مردم بودن، یعنی مردم حضرت دوست می داشتن. پیش از پیغمبرش اکنون چه حادثه ها رخ می دهد و چه راه های سعادت ها می بینند؟ اکنون ما برای شما میگه پیش فکری سالم زندگی پاک حضرت ها گفتیم، عمل های پاک شا گفتیم، در بین مردم و عامله شا گفتیم. اکنون شما بینین که چه دوره های دوره فساد، فجور، فیسق، گناه در این دوره حضرت اکنون نشانما میابه و کلام میشوه. حضرت و یرغب و فیل اعتزال انهم، حضرت میخواهد که دلش یا نیروی پیدا میشه که از این قوم اکنون برایه و از این قوم گوشه گیره و از این مردم عرب بیزاری کنه. در دری دلش انا میخواه نیرو پیدا شد حضرت. و الخلوت به نفسی مع تفکیره فی سبیل ینجیهم و ینجیهم من التعاست و البوار، میخواست که خلوت نشینی کنه، دور شوه، طاقه باشه، فکران ذهنان همه چای مردم دور باشه، در یک راه باشه که از این افلاسی و پلیدی ها نجات یابه. انا میخیل نیرو در حضرت پیدا میشوند در زمان 40 سالگی شون، اکنون اساس از مردم دور میشوند. این دل بیزاری و دل تنگی و زیقی از گناه و جنایت بشر سخت شدن گرفت، رغبتش بسیار بلند شد، دل بیزاریش بسیار شد، حتی که این راه انتخابات کرد، رفت به سوی خلوت، دور شد از مردم. فاخذ یخلو بغار حراء، کدام غار رفت؟ غار حراء. حراء غار بدای، نام که بدای، یعرف الیوم بجبل النور، امروز نام او را چی میگفتن؟ که نور. نام او چی بدای؟ جبل النور. و هو على بعد نحو میلیین من اصل مکه، ای مکه تا هموجا 2000-4000 قدم بوده است، تا 5000 قدم بوده است، قریب 4 کیلومتر بوده است از مکه تا هموجا زیادتر. آن غار بود که در اون به جنب قمت الشامخه، خیلی راه دشوار داشته است، قسمتی از علما گفتن تا 5 کیلومتر زیادتر بوده است، شامخه خیلی راه دشوار بوده است، از بالا پایان نگاه میکرده آدم میترسیده، روی مشکل بوده. همین بسیاری حاجی ها که در همه موسم حج میروند در همین کوهی نور غاره را برآمدن هلاک میشوند، قسمت از علما در اینجا برای تا 8 کیلومتر بوده است، از بین 5 تا 8 کیلومتر معرفیش کردند. بسیاری حاجی ها در وقت حج فرضی در همین راه افکار میشوند، بسیاری کوهی مشکل برو های در انمو کوه حضرت میگه دور شدند. یسیل الرجل الى الغار بعد ما ينزل من القمه، همین قدر اگر آدم میرو میرسید خیلی یک قیمتی بزرگ و یک کاری بزرگ در همونجا برای او پیدا میشه که من که هاور اومدم، خیلی یک کوهی کلام بود میگه کوهی جبل نور در همون رو، اون غار هست که درازش 4 متر بوده است، 4 متر درازی داشت است، 1 متر پهمی. در ان همین غار پیغمبر خدا رفتن چیلششتن، اون غار نامش غاری چی بدهی؟ حراء. خدا را عبادت کردن به دین ابراهیم علیه السلام. معلوم است که جناب پیغمبر موحد بدیم، یک تا پرست بدیم، پدرشان موحد بدهی، مادرشان موحد بدهی، با وجوده که امکاشان او بود پرست شدگی بدن، اما پدر و مادرشان نشده بدن، بر آیین ابراهیمی بدن. حضرت خوشانم با آیین ابراهیمی، بعضی روایت ها میگن 40 روز در غار میشیشت، ای همین جهت علمای اهل تصوف میرمان چیله میشینن، برای که پیغمبر خدا در ابتدای پیغمبریشان چیله شدگیان، انمین صوفی ها هم تصوف هم در ابتدای عرفانشان چیله میشینن،
40 روز در یک جامعه شدن که پاک شوند. جناب پیغمبر در مغار شیده به دستی هم ایمی دلیل میگیرم. و ذالک که من کل سنتی شهرن هر سال یک ماه حضرت میششتیان بسیارتر در کدام ماه شریف رمضان. ماه شریف رمضان ده اکنون بینین که یک آدم بینین بزرگی را نیرو را بینین که در 20 دقیقه نماز متقاعد کرده نمیتونیم. انا بینین که یک انسان شب و روز 40 روز خدای خدا میشینه. نمیبرایم غار. کی میکنه این کارا؟ ما حتی که امروز همقدر به غیرت شدگیم که یک ساعت شیشته نمیتونیم. یک ساعت خدا قدر شیشته نمیتونیم. اما این حضرت نیروی جسمی رویش هم بینیم که یک ماه رمضان بعضی حالت ها ده روزی ماه شوال خدا یک جایه میکردن. 40 روز در غاری هیرا میشیشتن با خدا راز میگفتن. این شوخی نیست، این کاری آسان نیست. که در یک سال 40 روز جدا کنیم بیرون نبرایی یا برایی به یکان حاجته. گوشنشینی که با خدا باشی، خیلی جسمی بلند، خیلی روحی بلند، خیلی عاشق خدا بودیم، خیلی عاشق خدا بودیم. و ایزا قضا هر وقت آگه میگه جوارهو بی تمام حاز شهر این صرف الى مکت این صباحن، اگر یکی حجت پیدا میشد و خوراکش تمام میشد و توشش تمام میشد، بامداد دمه آمدن مکه که کسی نبینشانه، فیطوف بالبیت خانه خدا را طواف میکردن، بعد از او به سوی حولیشان میرفتن. همین کار پی هم 3 سال تکرار کردن، از سالی که 40 تا 43 سالگی یا ای 39 تا 42 سالگی، 3 سال حال رسول اکرم همین بود. اما این معارخ گفته که امانه 3 سال دور بده این مردم، 3 سال گوشنشینی میکردن دور میشدن. وقتی که میگه حضرت فلما تکامل الله 40 سنه، اکنون در اینجا این راوی تاریخ آورده که ای 36 سالگی شان بودن یا ای 37 سالگی شان بودن، 40 سالگی را حضرت پر کردن. این سین نگفته، سین کمال میگن، جوانمرد میگن، در 40 سالگی به عقل میشن. در 40 یک جوانمرد میپزن، همه پهلوی زندگی را میبینه، پستی را، بلندی را، جور را، بازی را، همه را 40 تا جوانمرد میپختن، پره میشته دیگه و همه چی را میدونن. برای چی پیغمبر مورم پره شدن؟ در سینی کمال در 40 سالگی های. در این حالت پروردگار جبرئیل امین با حضرت واخوان اکنون پره شد، اکنون طلوع نبوت سر شد، آفتاب نبوت ظهور کرد، راه سعادت و بشارت معلوم شد. اول حضرت خوابای پاک و تازه می دیدن، همو خواب می دیدن، یک روز یا 2 روز بعد نتیجه خواب می دیدن. پیغمبر ما را پیغمبرش اول به خوابای را سرشدگی بده، معلوم بده که خوابم حق بده. در خواب میگه که فلانی را دیدم، این شد، آن شد، یا چی واقعا می شود. این از پیغمبر ما هست. بین که پیغمبر ما را پیغمبرش اول به چی سرشدگی بده؟ خوابای راست و حق. بعد از او میگه نور را دیدن، از آسمان صدای را شنیدن. این صدا چی بود؟ خودشان گفتیان اینی لعارف حجرن بی مکت کان یسلم علی قبل ان ابعثو. من میشنیدم هر یک سنگ مکه را که برای من سلام میداد تا پیغمبری شدن، من هر سنگ مکه برای من سلام میداد که یا رسول الله. این بزرگی رسول اکرم ای که نطق الحجر و میگه سنگ ها قد حضرت سلام میدادن و گپ میزدن برای امین، یعنی که هر سنگ مکه را میگه میدانم که من در سلام میداد. بدایت النبوه، بدایت النبوتی و نزول الوحی، سرشوی پیغمبری و آمدنی وحی الهی. ماه شریف رمضان ای حضرت در 41 سالگی قدم ماندگیان، در غار حرا اعتکاف ششتگیان، خدا را ذکر میکنن و یعبدوه عبادت میکنن. در این حالت جبرئیل امین می بیا به نبوت وحی خبری پنهانی خدا را می بیاره. مادرمان عایشه روایت میکنه این قصه را، حدیثی که حدیثی دراز است. عایشه مادرمان گفتیان اولین آن وحی که خبری پنهانی خدا به حضرت پیغمبر آمد صلی الله علیه و سلم، این خوابای حق بود و او حضرت خواب می دید. فردا بود که رنگ صبح صادق باری جوابش می گرفت. بعد از او پیغمبر دوست داشت که تنها باشه، در غار حرا رفت، تنها شد، خدا را عبادت میکرد،
شب و روزها به سوی خانهش باز نمیگشت، حتی که می آمد توشش می گرفت از خانه ختیجه گشته می رفت که ندای حق برای او در غار حرا آمد. ملائکه آمد که بین آسمان و زمین پر کردگی بود، این ملائکه ناموش جبرئیل بود. حضرت گفت اقرا بخوان ای محمد صلی الله علیه و سلم. فقال انا ما انا بقاری، این حضرت گفت من خواننده نیستم. جناب پیغمبر گفت فاخذنی، من گرفت. همین خل جقید که قریب از هشت بروم، گفت اقرا بخوان ای فرستاده خدا. گفتم من خواننده نیستم، من هیچ را نمیدونم. با آغوشم گرفت دوباره همین خل، با آغوشم گرفت سه بار همین خل، گفت اقرا بخوان. باری سیم گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الذی اکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. از یکم تا پنجم آیه سوره اقرا نازل شد. آیه سوره اقرا 19 آیت است، بسم الله الرحمن الرحیم هم 19 حرف است، الحمدلله رب العالمین هم 19 حرف است، الرحمن الرحیم هم 19 حرف است، مالک یوم الدین هم 19 حرف است. همین تمام بیا کل قرآن به 19 تقسیم شود. پیامبر در اون زمان نه علم اریفمتیک را میدونست، نه علم ریاضی را میدونست، یورا جدا کنند. امروز این علمو اثبات میکنند که حیران میشوند چرا 19؟ کل الحم هر آیه 19 حرفی است، بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف است. اینا میگه بعد نازل شد سوره اقرا بسم ربک الذی خلق. اکنون ابتدای وحی و پیغمبری رسالت در دین ما ای خواندن سر شد. در دین ما ای چی بدهی؟ بخوان. ای بخوان. ای خواندن سر شد. این سوره علق خونی بسته نازل شد برای ما. جناب پیغمبر آن روز 5 آیتش از همون روز اکنون رسالت پیغمبر خدا در ماه شریف رمضان دهه آخر بود. جناب پیغمبر در حالتی گوشنشینی بودن، این رسالت قبول کردن تا به امروز دوام دارد. خدای ما را برای روز هدایت کن، از آفات و بلاها ما را نگهبان باش، عاقبت کاری ما را به خیر، ایمان ما را به سلامت گردان. آمین یا رب العالمین.